خب بچه ها افشاگری سنگین داریم، 70,000 نفر بیان بالا ما افشا میکنیم. 70,000 نفر بیان بالا ما یه چیزایی میگیم که واقعا الان باید یه سری چیزها رو من گردن بگیرم، چون یه چیزایی شنیدم که خیلی حرکت زشت بود. های دوستان عزیز، علیکم و رحمت الله. سلام خدمت کیه من هم تو آقا لایف بشه 70,000 نفر. ببین یه افشاگری داریم، خودم ریدم. آره یعنی یه دونه دنده بدید بفرستید برای 3-4 نفر میرسیم به 70,000. میخوام دست یه آدمایی واسه تون رو کنم به کمک تیم خوب پشت بعد. آره بعد من به همراه تیمم. آره امین فردین به همراه تیمم. من امین فردین به همراه تیمم میخوایم افشاگری کنیم خفن. یعنی یه فشار بیاد الان 30,000 هست برای اینه، هر کدومتون برای 2 نفر بفرستید میشیم 70,000 تا. آره 70,000 تا. من یه سری وایس اینجا دارم که قبل گفتم تو لایو قبلی، حالا یه بار دیگه هم میذارم. الان زنگم میخوایم بزنیم به یه شخصی. آره اصلا نگاه کن این وایس ها رو برای نمید ایشون و البته ایشون دب کن دوشنو خیلی افشانی و کسی دیگه بفرستید لایو رو برای دوستان خودتون به 70,000 تا برسیم. پویان قراره یه سری آدم ها رو گردن، یه سری بازیگرها رو گردن. بله من برای اولین بار راستشو بخواید مجاب شدم به این که باید اصلا گردن بگیرم و یه سری از پشت پرده ها رو واقعا رو کنم و اسم سایتشون هم انتخاب کرده بودن. آخه دوستان عزیز حالا میرن برای ما توییت میکنن. توییت میکنی برای ما؟ توییت؟ از اون تا پست گذاشته بود که امین فردین داره حاشیه میتازه، داداش تو خودت وسط حاشیه تا خشته. نه این توییت هایی که میکنن خیلی واسه هم جالبه. دوستان لایو رو هم پورت بکنین، چون فردا پس فردا این صداش در میاد، این لایو گندش بالا میاد داشته باشید به زودی به در یه به ثانیه این لایو برای اولین بار. ولی لایو بشه 70,000 نفر اعلام میکنه داستان شروع میکنه طوفانی. بویان یه سری بازیگرا رو میخواد گردن بگیره. میخوام یه سری عکس هم برای اولین بار از رسانه پشت پرده رو کنم اینجا. خواننده ها رو میخواد گردن بگیره. درسته؟ ببین من امشب یه چیزی شنیدم، یه چیزی دیدم که دیگه وجدانم راحته. راحت شد. آره دیگه بچه اینقدر به من میگفتید الکی الکی، الان شروع کنید لایو رو به اشتراک گذاشتن به 70,000 تا هم نرسید. همکاری دو جانبه است. بعد یه سری سلبریتی ها رو این وسط اسمشون میاریم، یه سری بازیگر هنرمند. بویان هم قرار برش گردن بگیر. درسته؟ بله گردن میگیرم، خوبم میگیرم، 4 تا هم میذارم روش میگم. نه اصلا یه چیزایی میگم که آخه میدونی آدم یا باید بابا آدم چقدر بی‌معرفت خدایی ای. حتی تا چقدر پولم دادیم به یارو هم میگم، سر چی هم دادیم، چه کارایی هم کردن. حالا تنشون به لرزه در بیاد این حرفایی که دارم میزنم. من آخه همچون آدمی نیستم، همش میگفتم بابا طرف یه آدم گناه داره فلان بیزاری دیدم بابا یارو اصلا آدم خراب کنه ای داره با یه سری افراد. منو که وست گرده ده پلیس فتا با. خیلی این آدم خطرناکیه جدی میگم. وست کردی حالا ما سکوت میکنیم یه های اینجا بلند میشیم یه چیزا افشا میکنیم، تن و بدن یه عده بلرزه.
یه چند دقیقه دیگه بشید 70K راجع به یه مسائلی صحبت میکنیم، به جون مادرم پشماتون میریزه. من منتظرم صحبت کنیم، کامنت های مردم رو ببینم. من دارم... آره من خیلی خیلی اشتیاق دارم ببینم نظر مردم چیه، واکنش مردم بعد از این که این اتفاق بیفته راجع به یه سری بازیگر. حالا من هی سعی میکنم راجع به این افراد صحبت بکنم، پویان گردن نمیگرفت. الان من یه سند و مدرکی رو کردم، بنده خدا خودشم یه چیزا رو پازل رو گذاشت کنار هم دیگه، دید گردن بگیره به نفعشه. نه اصلا حالم خراب شد آجی این چیزا رو شنیدم، به جون اصلا خود مردم الان قضاوت میکنن. من آخه از این ور دروغگو محسوب شدم، آدم بدن محسوب شدم، با اینکه من فقط خواستم مرام و معرفتام نشون بدم، بگم آقا طرف حالا شاید واقعا همین جوریه که خودش میگه، ولی واقعا اینجوری. و یه چیزی هم من بگم بعدن، حالا مردم که رسیدن 70K یه 20K دیگه بیاد، که اینجا روی همین مبل، روی همین دقیقا همینجا کیون مبارک همینجا گذاشته بود، و به کی برم اون چیز بنفشرم بیارم بکنم تن این همزمان بیارم برو دی بنفشرم بیار که دیگه پکیج کامل شد. آقا دوستان بسید 70K نشد خودتون. ببین همینجا یادت باشه نشسته بود جلوی خودم، به یه شخصی زنگ زد گفت یه چیزی رو اعلام کن، بعد خودش هم اومد شاکی شد که این چرا اینو گفته، ولی خودش به اون یارو گفته بود. آه اوکی میفهمم، متوجه شدم که اینا یادت باشه همین کونش که اینجا بوده یادت باشه. آره تقصیر خودته که همون موقع گردن نگرفتی پویا. آخه داداش یارو نه قدی به ما میخوره، نه هیکلی، نه فیسی، نه اندامی، نه جایگاه اجتماعی، چیه یارو از توی یه فیلم رد شده پلشت. آقا لایو نفری دو نفر به اشتراک بذارید لایو میشه 70,000 تا. و راجع به یه موضوعات برای اولین بار میخوام صحبت کنیم و با یه تماس تلفنی شروع بکنیم. ببینید با تماس اولین زنگی که میخوره پشماتون میریزه کف اینستاگرام، و از تماسی که اولین الویی که طرف میگه و حرفایی که میزنه دوباره یه بار دیگه پشماتون جمع میشه دوباره میزه کف اینستاگرام. ولی خب حالا اتفاق فکر میکنم مردم هم مثل ما الان هیجان دارن که قراره چه اتفاقی بیفته. ببین من دیگه منو واقعا همتون میشناسید، امینم خودش تعجب کرده که چه جوری شد که من اینجوری شدم. اصلا فیوز پرون پویان وقتی که لایو قطع شد من براش توضیح دادم، فکر کنم برای اولین بار بودم عجیب غریب دیدمت. اصلا عصبی شدم داداش. مفسد فل ارض به کی میگن داداش؟ به کسی که میاد یه چیزیو مثلا انکار میکنه و مثلا توی اجتماع یه چیز دیگه نشون میده ولی در خفا میخواد بزن یکی دیگر رو بگاد. آفرین. اینا مفسد فل ارزن، باید مردم بشناسنشون به قرآن. اصلا خیلی کارشون افتضاح بود. خیلی خوب. آ لایو 5K دیگه بریم بالا، طبق قولی که دادیم کمتر. بریم بالا، من تماس تلفنی اول رو میگیرم با یه آدمی و ببینیم که سوال چی. ولی فکر تماس اول داره میشه 70K. بذار من یه لیوان آبم بخورم که صدا خشخش نکنه. استرس گرفتم اصلا. هیجان دارم. عکس رو چی؟ عکس رو آماده کردی؟ عکس ها آماده، فیلم ها هم آماده. حالا که اینجای تو هتل زدم به سیم آخر. آقا رسیدیم 70K. خب 70K. خب طبق قولی بذار یه لحظه اجازه بده من یه لیوان آب بیارم با خودم. راستشو بخوای کمی قولی که داده بودیم به 70K برسیم این اتفاق خواهد افتاد. من تماس وایسا وایسا آقا تماس نگیر لازم من بشینم اونجا کمی استرس گرفتم اصلا. یعنی دوم بعد از تماس تلفنی ما اگر بعد از تماس تلفنی من کوشیر که نمیگم دو دقیقه ببخشید چون خیلی همه جا قراره این قضیه پخش بشه من مؤدبانه ببین من چرت و پرت که نمیگم. بعد از تماس تلفنی اگر پشمهایتان نریخت بگید هیچی بارت نیست، هیچی حالیت نی. و بعد از تماس تلفنی اگر وایس ها و اتفاقی که قرار بود صورت بگیره رو شما فهمیدید و نری چیز پخش قاطی حاجی به قضیه که فکر میکنم اصلا یه جوری میشم باورت میشه؟
اول من این نکته بگم شروع بکنیم، شما آب بخورید. تو فضای مجازی یه هفته دو هفته گذشته تا تونستن حالا یه افرادی که با من کار میکنن صحبت کردن، میگفتن داره حاشیه سازی صورت میگیره فلان اینا، نمیدونن دارن طرفو تخریب میکنن، دروغ میگن از این صحبت. روز میخوام برای اول ما واقعا مثل سنده و مدرک ها و فازیل ها رو کنار هم بگیم، خودتون بشید میفهمید که یه ده آدمی که دارن ادای آدم خوبا رو در میاد توییت میکنن، خودتون رو نمیدونم علیه السلام نشون میکنن، نمیدونم کلا از سر در میدارن، آزاد خودمون با چه شخصیت هایی دارن و آیا اونا دنبال فالوور رو هاش میگن یا ما. خب اولین تماس شروع میکنیم، ما شما باش صحبت کن. آره استرس گرفتم. حسن الو سلام علیکم، حسن چطوره؟ سلام و عرض ادب خدمت شما مشی. شما آقا شما در لایف هستید با پویان مختاری. ای جانم با سلام بنده رو حسن به پویان گلم برید برید ارادت مندم در نشونم هست. آقا خیلی مخلصیم، سوال دیگه ازشون نداری فعلا؟ یا داشت صدای کم قطع و وصل میشه، میخوای یه بار دیگه صحبت کن؟ گوییم سلام علیکم تو بکن صدا قطع و وصل میشه. بله عزیزم ای جوان تو بشم مرسی. سلام عرض عجب دارم خدمت داشت بویان گل دارشم مرسی هستی و فرصه افزار. بسیار عالی. آقا ما میخوام یه سوال بپرسم. بپرس. ایشون اخبار ما هم تماشا میکنن؟ فیلم پشت شما اخبار ما اخبار آپودان رو دنبال میکنید تیم فضای مختلف اینترنت؟ چه سوال هایی همیچنست بلا چی بگم که بچه دیگه به احوال دیگه الان فوزا جوری که دیگه آدم ایسولور که وانده مگه میشه آدم خیلی دست ال آدم بقال میکنه پودن یک از دوستای خوب من. خیلی خوب آقا ما با شما خدوی شما بشم همیجان در خدمت تحصیل. آقا تعریف کنیم داستانو از الان که پشماتون ریخ میخوایم توضیح بدیم. حالا گوش کنید، کامل گوش کنید، قشنگ گوش کنید با دقت. دو بار چون توضیح نمیدیم یه بار توضیح میدیم. اوکی. این بنده خدا آقای گلزار نبودن. بله. این بنده خدا کسی بودش که بدل صدایی آقای گلزار بودن، نه خدا آقای گلزار. یک بار دیگه ما اشتباه بگیریم که برای دوستان ثابت بشه آقای گلزار نیست. نیستن. عجله نکنید، این داستان ادامه داره. نه آقا امیر خوبی؟ سلام داشتم نبقا. خب آقا ما گفتیم که شما بدل صدای گلزار هستید، درسته؟ بله. یه بار دیگه شما صدای گلزار در میاری؟ سلام و عرض عجب خدمتی تمام این سست که دارن اینجا ببینم. خواستم بگم مرکی هستی و فرصه افتار پرچم بگم شکر کنید از هفت سالی کسیم زکر بگید ای جان هم پشت. شما همینجا باش جایی نرو، ما تقطی تمام نمی کنم تو هم موقعی که لازم باشی میخوایم بزنیم رو پخش. فعلا صدا تا رو پخش در میاد. داستان از این قرار هستش که میره دایرکت آقای محسن افشانی، الان اومدن ترکیه و میگن تهدید کردن خانم ریحان پارسا که اومدن ترکیه که میگن منو تهدید کردن. یه نکته به شما بگم، جدیدن مد شده هر کسی بلند میشه میره ترکیه یا از ایران خارج میشه میگه آره خانواده من به خطر داشت، ما رو به خطر انداختن، دمون کردن. پویان جان من یه سوال از شما دارم. الان من از لحاظ افشاگری باید جون خانوادم در خطر باشه یا خانم ریحان پارسا؟ ببینید سوالتو متوجه نشدم معذرت. داستان از این قرار هستش که نه نمیتونه اون برام یه کامنت هم بفرسته، نه نمیتونه کاری بکنه. ببین داستان از این قرار هستش که الان مد شده هر کی میره خارج از کشور میگه منو به خطر انداختن، نمیدونم خانوادهمو تهدید کردن، یه مش چرت و پرت. آقا من سوال دارم، در طول این یک سال نیمه گذشته یک نفر به خانواده من تو نگفته در توی ایران؟ اصلا نه تهدید شدن نه تحت فشار قرار گرفتن نه همینطور.
کار من حالا چرا قبلا ممکن اتفاق افتاده بود ولی الان کار من با خانواده صفاه. خب چه جور مد شده اون یارو خبرنگار فیکه تو امریکا میاد میگه من فلان کردم فلان کردم تا این خانم عزیزی که داره اینجا میاد میگه که تازه شرایطشون هم تو ایران خیلی خوب. خانواده من همین جان من نظرم میدونید چه قضیه کامل آقای گلزار ریان پارسا و این انشانی رو بگیم که دلیل این قضایی ها رو کامل متوجه بشن و بدونن ما راجع به چی داریم صحبت میکنیم. این آقا امیر که صدای آقای گلزار رو تحقیق میکنه میره دایرکت محسن افشانی یک دونه وایس میفرسته. امیر جان من قطعت میکنم اون وایس رو فانتوری که تایید میکنه دیگه که رفته بودی دایرکت آقای افشانی وایس فرستاده. درست امیر جان؟ خب توی وایس چی گفته بودی به آقای افشانی؟ من تو لایف بودم بعد فالوورهای خودم دیده بودم که من تو لایف بودم و ازم به حضورتون که اومدم دایرکت هم اسکرین فرستادم. من اون اسکرین داشتم و جفتش نکردم و اومد لایف کرد و نشک کرد و منم بازار کلم برای آقای خیلی از تیک آبی دارا که الان فالوم دارن این سال رفتم بر حسبش خب میگه به احوال نیستم چه پیج داره بهتون صحبت کنم. آره خب باشه شماره شو داد گفت بیا واتساپ. خب حالا وایسی که شما افشانی دادی من میخوام برای مردم پلی کنم فقط وایس رو پلی میکنم بعد دوباره بزنم. خب داستان حالا محسن افشانی الدنگ این آقا گفته که شما بیایید در واقع توی چیز پخش کنم. بذار اول وایس رو پخش کنم اجازه بده. خب این وایس بوده که پخش بذار اینجا دتاشون بوده با هم دیگه. حالا من چون شماره تلفن رد و بدل شده نمیتونم چت و نتون نشون بدم فقط صدا رو پخش میکنم که کاملا هست. داشت محسن افشانی داداشم مشیعسی و پور سرفتار فرشم داری اینم گفتم با صدای گلزار بگم عشق منی داداش کار چیزی داشت شما در خدمت این وایس امیر که فسته برای محسن شماره واتساپ رو میده و میگه که بیا واتساپ با هم صحبت. نقششون چی بوده؟ بگو بیا. نقششون این بوده که بیان توی لایوی که خانم ریحانه پارسا و آقای محسن افشانی میخواستن بذارن میخواستن که به ایشون یعنی فیک آقای صدای آقای گلزار زنگ بزنن و بگن که آره نظرت راجب مهاجرت ریحانه پارسا چیه. ببین اون چقدر دنبال حاشیه است، دنبال اینه که مفت آدمای مختلف رو ببره. بعد اینجوری گفته بود وایس رو میفرستن برای نمونه وایس رو میفرستن برای ریحانه پارسا. ریحانه پارسا فیک صدا کامنت ها رو با خودم بدیم این صدای تقلیدی اینه بگو بم بودن صداش رو کم کنه. ریحانه پارسا میگه بگو بم بودن صداش رو کم کنه. محسن افشانی اینو میگه من سه شنبه ساعت 10 شب میخوام با ریحانه پارسا یه لایو دو نفره بزنم اون وسط ها میگیرمت و اسم میارم مثلا میگم یکی از سلبریتی های ایران که سوپر استاره خواهم به زنگ بزنم نظرش رو در مورد این اتفاق ریحانه بپرسم. انگاری تو رضا گلزاری نظرت میدی قطع میکنی اسمم نمیاری خود مردم تشخیص بدن ببینید چه که داداش هماهنگیاش شد. خب من میخوام اون وسطا مثلا هماهنگیاش با ریحانه پارسا شد دیگه از سوپر استار ایران یه سوال کنم در مورد این اتفاقی که افتاده برای اسم نمیاری مثلا شاید ندونه دوست نداشته باشه من اتفاقی ها میخوام این کارو بکنم اتفاقی کارو میکنم زنگم سلام داداش گلم دلتنگی مشتاق دیدار و اینکه تو خیلی عادی سلام علیکم میگم عذرخواهی میکنم الان تو صدای شما تو لایو منه و اینکه اسم نیاوردم اصلا شاید علاقه نداشته باشی ولی دیگه صدا تو محبوبیت انقدر آشناست مطمئنا میشناسنت. ریحانه پارسا الان تو لایو ماست اینجوریه اون نظرتو بدونم در مورد اینکه بالاخره یه دوره‌ای ممکنه شما میره الان چرا اینجوری شده که تا یکی یه سفر خارجی میره سری براش حاشیه میسازن این داستانا. حالا سوال و جوابش با تمامی میکنه
اون جوابی که قراره بدی رو قشنگ صدای تمرین کن. میخوام بتره که میخوام بگن آقا رضا گلزار بوده. میخوام بت همین خانومی که ور میداره و میاد تیت میکنه شما فلان کردی رو اینا فلان بیسان، این وایسا رو بده و همین امیر آقای میده که تقلید صداقای گلزار رو میکرد. درسته امیر آقا؟ بله. این وایسا رو برای شما فرستاده. والا حالا خب امین جان خودت هم میدونی و یه نکته هم اگه تو این کار رو میکردی تو لایف میدونی که آقای گلزار ازت فقط میتونه بکنه که خب همین دیگه. من این موضوع رو نمیدونستم و یعنی قبلا خب من محسن رو دیدم حالا نزدیک حالا به داستانه های مختلف که خودت هم میدونی همینجا. بله. و فکر نمی کنم همچین حرکتی بکنه. خودت هم که میدونی من اومدم ازت پرسیدم گفتم بله. اگر یه اتفاقی بخواد جور می داره که شما جرماشو به من گفت و منم از این حرکت ناراحت شدم و گفتم داستان از این قرار بوده. و اگه امین جان نمی گفت ممکن بود اینا با بالاخره چرب زبونی این داستانا و رفاقت این داستانا شما رو مفبری کنن. درسته؟ من واقعا نمیدونستم چه اتفاقی بر من میفته. خب حالا حالا بگذاریم دیگه. از این موضوع بگذاریم و من راجع به مسائل دیگه بگم. امیر جان با شما کاری نه. یه دقیقه دیگه خداحافظی هم بکن با تقلید آقای گلزار که با شما دیگه خداحافظی کنه. بنده امیر میهن هستم فکر آقای محمد رضا گلزار دوستتون دارم مرسی هستیم و من فکر میکنم الان به خاطر این کاری که کردی و نشون دادی که در واقع یه انسان محترمی هستی و نمیخوای واسه کسی علیکی حاشیه درست کنی، آقای گلزار فکر میکنم که شما رو بیشتر دوست خواهند داشت. حالا نمیدونم از قبل دوستت داشتی یا نه، ولی فکر کنم از الان به بعد بیشتر دوستت خواهد داشت. سوپر استار سینمای ایرانه و همیشه همه جا احترامش واجبه. ان شاء الله موفق باشی. حالا من نه واقعا بعضی از آدما رو باید اسطوره ها رو بالاخره خب ببینید این خانم من رفتم ببین آدم چقدر بیچشم رو نمک نشناس حاشیهاشو از ما گرفت و رفتم از فرودگاه آوردمش. من اصلا نمیشناختمش واقعا. چی؟ خانم ریحان پارسا رو. بله هول هولی به ما در واقع به دوست زنگ زده بود نمیدونم مشکلی براش پیش اومده بود نمیدونم فرداش ممنوع خروج میشد پرونده مرونده داشت تو ایران. پرونده چی هم بود؟ پرونده یه پولی از یکی گرفته بود نداده بود بهش، یه پیجی خریده بود، یه همچین چرت و پرتی بود. بعد قرار بود ممنوع خروجش کنن. بعد اومده بود من آوردمش، شبم رفتیم یه جا یه هتل براش گرفتیم بدون هیچ چیزی. بالاخره یه سری هزینه وزینه کردیم واسه این خانم، هتل براش گرفتیم، شبم حالا خودمون رفتیم اونجا ببینیم چیزی کم و کس نداشته باشه. ولی آره تنها رفتم راستشو بخوای پیشش هم بودم تا پاسی از شب پاسی از سحر. بعد چیز خواستم سوال هم پرسیدم یادم رفت تا پاسی از سحر هم در خدمت ایشون بودیم. باز یه چند روز بعدم اومد پیش ما، اومد یکی دو روز پیش ما بود، دوباره رفتیم با هم مسافرت. خیلی دوست داشت که بالاخره ما حالا با همسر سابقه ما هم یه جورایی توی دعوامون بینقش نبودیم بنده خدا. توی هتل هم بله ما یه شب و جدای از نیترو خانم موثر بودن دیگه. نه زیاد، تقریبا 70-80%. بعد زیاد نیست، نرمال. خب بعد هیچی، اون شبم در واقع ما برگشتیم، یعنی نیلی برگشت از مسافرت. البته حالا داستانای من و نیلی خیلی طولانی بوده و واقعا دیگه نمیتونستیم با هم ادامه بدیم. واسهش دوباره از همینجا آرزوی موفقیت میکنم. همیشه احترامش برای ما واجبه تا زمانی که خودش احترام خودش رو نگه داره، چون الان زندگی خودش رو داره، منم زندگی خودمو. چون پارس گفته بود که من فقط دو سه مرتبه دو سه بار همچین. ببین اینا سر این که میخواستن آقای گلزار رو مفبری کنن، من اصلا آدمی نیستم که کسی رو بخوام، اصلا کسی امتیازی برای من نداره که بخوام الکی بخوام مثلا بیام از اسم کسی سوء استفاده کنم یا هرچی. ولی سر این قضیهی که این خانم میخواست برای آقای گلزار مشکل ایجاد کنه و اصلا برای آقای گلزار، آقای ایکس وای زد و برای فالوور و شخصیت واقعیش اینه،
یکی دو بار الان اینجا مثلا داره برای من بنزین میزنه مثلا. خب نگاه. خب کی؟ خانم رانه پارسا. یکم زوم میکنی رو تصویرش. خب خیلی هم جست اینم بلاک ماست. خب خوبم بنزین میزنه. خوب میزنه هم چیزه. بعد هیچی، این خانم بالاخره ما اینجا بهش کمک کردیم یا هرچی، ولی این که بیاد اینجوری بگه هی ما رو تخریب کنه، آوی سایت شرط بندی فلانه. خانم محترم، این پارسا بت و من بودم میگفتم یا سینما بت یا پارسا بت، بین دوتاشون شک داشتی میخواستی کدومشو بزنی؟ تا اسم سایتت هم باید بگیم، چقدر آدم بی شخصیت و دو شخصیته. چرا پارسا بت؟ نمیدونم دیگه، حالا میخواست بزنه یا نزنه و هر کاری میخواست. من به عنوان داداش به جون مادرم تا همین نیم ساعت پیش که من فهمیدم اینا حاضرن برای حاشیه، برای حاشیه یه شخص رو به خطر بندازن و برای یه شخص حتی یه لحظه احساس بد ایجاد کنن تو خودش و خانوادش، من خودم رو جای اون آدم میذارم، فهمیدی؟ تا همین نیم ساعت پیش من هی میگفتم هرچی بگه من هیچی نمیگم و واقعا هم هیچ وقت نه مسئله یا گردن گرفته بودم، با اینکه تازه وایسش توی ماشین من خودش پخش، خودش استوری گرفته بود و صدای من توی استوریش بود. خب بازم اون لو داد همه چیو، بازم اونم من فکر میکنم از عمد بوده با این شخصیتی که ازش شناختم، فهمیدی؟ ولی نمیخواستم هیچ وقت راجبه، هیچ وقت من راجبه هیچ شخصی، تو خودت میدونی من با چه کسایی در ارتباطم واقعا. درست. یکیشو من بخوام اعلام کنم یا دنبال مفبری از این اون باشم، واقعا مثلا پیجم الان باید 5 میلیون باشه جای 4-5 میلیون. خب ولی دنبال این داستانا نیستم و واقعا مثل این میدیدم که یک هموطن، یک دختر تنها، حالا با اون مظلوم نمایی که خودش میکنه و من فکر میکنم همش برای حاشیه است، من همش سعی کردم کاسکوزار رو من خراب شه، همه من میگفتن دروغگو لاشی فلان بیسار، منم سکوت کردم و تا آخر عمرم هم سکوت میکردم، چون هیچ وقت دوست ندارم برای یه دختری که میاد بالاخره توی غربت میخواد زندگی کنه مشکلی ایجاد بشه، ولی وقتی اینا میان به خاطر فالوور، به خاطر حاشیه هر کاری رو میکنن، اینا حقشون دستشون رو بشه، چون ممکنه فردا برای ایکس و وای و زدم پیش بیارن. همه این لایوا نمیدونم همش با این میخواد بره تو سیستم سیاسی میاسی فلان که چیکار کنه که در واقع پناهندگی در بیاره و عدای گلشیفت خانم فراهانی که انه ایشون هم من فکر چیزه، ولی بالاخره همینجا همین روی این موب داشت با سام درخشانی صحبت میکرد، بهش گفت فردا تو میبین مصاحبه کن با تی وی پلاس، نمیدونم آدم خودشون اینو مصاحبه کن، صحبت کن، بگو که آره ریان پارسا هم رفت دیگه بر نمیگرده، بعد فرداش خودشو میزد به ناراحتی او این رفته گفته فلان بیسار، و همین روی این موب اینجا نشسته بودی دقیقا که زنگ زدی به سام درخشانی بود، نه سام نوری بود، نه کی بود زنگ زدی بهش. آره. یا اون که مثلا رابطه توی ماشین که داشتیم برمیگشتیم از اول تا آخر داشت با یه روزنامه نگار صحبت میکرد، میگفت نمیدونم اون خانومه نمیدونم اون فیلمه چقدر پول دادن، تازه نتفلیکس هم قبولشون نکرده برن تو نتفلیکس، اینو خبرها رو بذار دسته اول، همش دنبال این داستانا. بعد از این ور بیای ادای تنگا رو در بیاری، باز من یه سری مسائل خصوصی تو اینجا نمیگم، چون اگه بگم اون چیزایی که میکنی تو دماغ و اینا رو نگم دیگه زشته. با رابطش با همین محسن مرادی تایید میکنی آغاز؟ داداش این آدم امیر محسن آدم مظلومیه، من نمیدونم الان بگم برای اون درد سر نشه، ولی با اونم دوست بود، داره هر 24 ساعت با هم صحبت میکردن، حتی یه بار توی ماشین یه اسکرین شات گرفت اون بنده خدا خیلی ناراحت شد شاکی شد رید سر تا پای بنده خدا رید به ریحانه. اینا همین کسایی هستن که به من میگفتن خبر نده بیندن آقا دب کنی دیگه، یه جوری گردن گرفتم که دیگه یه جایی فکر میکنم دیگه نگو بیشتر. حالا برامان شما چی؟ شما که گرد یه عکس دیگه حالا رو نمایی کنم پارسا، حالا استوری میکنم فردا.
حالا یه دونه دیگه حالا نشون بدید حالا بچه ها هستن. میدم شما استوری کنید. حالا شما الان نشون بدید بچه ها 112,000 نفر چون چی دارید؟ دیگه واقعا چون یه دو شرط فکر کنم عکس فوتوشاپه یا نیست علکیه مثلا. خب این چیه؟ بله هم هودی هست، هودی معروفه؟ هم خونه ماست دیگه. زوم کنین گوشه رو لطفا خونتون مشخص باشه. آره دیگه همون خونه است اینا. خب دوستان در جریان باشید، کسایی میان استوری میتونن و میان هزار تا پیام میذارن برای اینکه دارید دروغ میگید، سازی میکنید. اینجا ببینید که داستان از چه در اتفاقات داره. کسی دیگه هم هستن حالا به زودی اعلام میکنید. حالا شما من جان من بکنید دیگه. حالا من طرف کنم برم تو زمین نیلی. نیلی هم شما مزرفه کن دیگه با اتفاقات. من داداش خودت میدونی دوست دختر جدید گرفتم، الان با هم کات کردیم یه چند روزیه، ولی در ارتباطیم دورا دور، ممکنه برگرده ممکنه، ولی واقعا من توی زندگی جدیدم الان. اونو دیگه نگم، اونو دیگه نگم. دوستان میگن لایو سیف کن، لایو سیف کن برای دقایق. برای دقایقی هم لایو سیف میکنیم، ولی من واقعا هیچ وقت سعی نداشتم و ندارم که کسی رو تخریب کنم تو زندگی، مثلا تو شخصیت من نیست. ولی وقتی که طرف میاد از یه سوپر استار آدم، بالاخره آقا 10-20 سال من بچه بودم، این آقا رو اوج بود، الانم هست. حالا مردم هرچی میگن، یه سریا شاید دوست داشته باشن یه سریا نداشته باشن، ولی اینکه بخوای بیا از صدای طرف به صدای فیک طرف هم رحم نکنی، به نظرم کار درستی نیست. آقا من اگر از آقای گلزار به هر سلیتی دیگه توی ایران کنم و برمیدونم، دلیل بر دشمنی شخصی من با اون طرف، نه اون طرف پول منو خود طرف فکرم صدا میدونم، فکرم پویا مالتو میدونم، نه اون طرف مال منو خورده، نه قرار مال منو بخوره، نه چیز دیگه. من فقط سعی میکنم که کار خودم رو به نفع احسن یا حرفه‌ای انجام بدم. خب ولی خب به هر حال به چی میگم، به ذائقه طرفدارای اون طرف شاید خوش نیاد، ببخشید دیگه، ولی خب کار ماست. شاید هم در ابتدای اتفاقات فکر کنم وقتی زمان دوستان میپرسن که معتاد بوده بنده خدا کی داداش، بیشتر از اینم به نظرم ورود نکنیم به طرف، انشالله اونم موفق باشه. ولی من از یه لحظه ناراحت شدم از این قضیه، حقیقتشو بخوای. بسیار عالی. حالا ولی این دوست دختر جدیدتو من به زودی افشا میکنم. اینم گردن بگیر دیگه حالا پیشا. نه آخه اینشون قضیهش خیلی متفاوته. آخه این دیگه پخش بشه؟ نه نه اصلا میتره کنم. حالا فعلا که کات کردیم هیچ خبری هم نیست، دنبال دوست دختر جدید هم انشالله. صدکا این دوست دختر جدید پویان هم میخوام کنم گردن بگیر. بکنه 300K؟ آره دیگه الان نمیشه. نه بشم من 300K. آه فکرم لایو میگی بشه 300K. نه من بشم 300K. آقا دم شما نه فکرم لایو دیگه بیشتر از این کش ندیم، اینترنت دوستانم مصرف ندیم، شاید بخوام برای دوستان خوبه اینجا ادامهش برای قسمت بعدی. یه کمی هنوز حس میکنم تخلیه نشدم، سری چیزایی دیگه هم دارم که جذاب باشه برات، ولی نمیگه. نگردم برای قسمت بعدی، به نظر من کافیه تا برای اینکه یه سری از دوستان حساب کار بیاد در. آره بندگان خدا ان شاءالله موفق باشن، ولی چوبلا چرخ ما بکنید خیلی بده، چوبلا پیرنتون میکنه. ان شاءالله این رل جدیدتون هم که من متوجه شدم پرکو پرم ریخت افشا میکنم اگر بشم 300K. من قول بدم اگه کامنت های پست خودم هم بشه 200K انجام میدم خودم دیگه، نمیذارم تو انجام بده. خب پس خودم الان یکی از افشاگرهای بزرگ. مزه داد بداره سبک افشا. نه یکم این حس عذاب وجدان دارم الان راستی شو. عادی میشه دو سه قسمت دیگه افشاگری کنی عادی میشه برای خوشم میاد.
آره اولش درد بند خدا رو حالا اینقدر هم نمیکوبیده من بد نبودا. توش نکوبیدی به نظر من شما زیاد. حتی گفتی بنزین زده بود برا منو. من چی؟ گفتی یه بنزینی زد برامون نکوبیدی شانچه. آره بنزین خوب میزنه. بنزین خوب میزنه خوب. دوخگیرش خوبه پس. خوب. آره. شب شما بخیر. مرسی. اگه از لایو امشب خوشتون اومد نفری 10 تا کامنت زیر پست من بذارید. اگه این سب لایو ها رو میخواد من بکنید 300 کا من همه رو یکی افشا میکنم. گفته باشم. دم شما گرم. خداحافظ. مرسی. دیت کن. باشه.